سلام و شبتان بخیر. به خبر دست طلوع و طلوع نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبر. وقوع دو انفجار در کابل. در انفجار بر دو موتر حمل و نقل شهری در حوزه سوم امنیتی کابل دست کم 22 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. اول موتر کم در گرفته بود، مردم او انداخت گل کرد آتش و اونجا زخمی ها و شهید بود. احتمال مبتلا شدن میلیون ها تن به ویروس کرونا در افغانستان. به گفته وزارت صحت، موج سوم ویروس کرونا دامن در حدود 5 میلیون تن از شهروندان کشور را خواهد گرفت. وقتی مردم به تفاوتی بکنند که ما از نسبت موج اول و موج دوم بیشتر و چند برابر از موج دوم اول دوم به ویروس مصاب خواهد شدن. فوزیه کوفی یکی از 50 رهبر بزرگ جهان. مجله امریکایی فورچون فوزیه کوفی را به عنوان یکی از 50 رهبر بزرگ جهان شناخته است. با این فشارهایی که زنها هر روز بهش مواجه هستند، اگر خودشان مقاومت نمی داشتن، اگر خودشان باور به توانمندی خودشان نمی داشتن، هیچ گاهی نمی تانستن به جایگاهی که امروز هستن برسن. و تغییر سیاست چین برای به دنیا آوردن فرزند سوم توسط زوجها در این کشور. مشروع خبر. دو موتر حمل و نقل شهری کاستر در حوزه سوم امنیتی شهر کابل آماج انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفتند. یک منبع امنیتی به طلوع نیوز میگوید که هر دو انفجار در فاصله زمانی اندک رخ دادند. به گفته منبع در این دو انفجار 8 غیر نظامی جان باختند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. اما منبع میگوید که ممکن شمار قربانیان این رویداد افزایش یابد. در همین حال گواهان رویداد شمار قربانیان را در حدود 30 تن میگویند. از سوی دیگر با منفجر شدن یک پای برق در ولسوالی قره‌باغ کابل، برق وارداتی کابل و چندین ولایت دیگر کشور شام امروز قطع شد. خالد نیکزاد گزارش میدهد. آرامش شام کابل با دو انفجار پای هم بر هم خورد. دو موتر مسافربری کاستر که از شهر به سوی دشت برچی می رفتن، یکی پای دیگر در منطقه گلویی دواخانه از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل آماج انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفتند. صدا انفجار آمد. ما که دیدیم دویده رفتیم. اول موتر کم در گرفته بود، مردم او انداخت گل کرد آتش و اونجا زخمی ها و شهید بود. یک 5 یا 6 نفر شهید بود، یک 7-8 نفر دیگه زخمی بود. یعنی می ردید رفتیم باز یک نیم ساعت بود یا 25 دقیقه بود پیشتر و پیش الماس غرب انفجار شد. هرچند آمار رسمی این رویدادها روشن نیستند، اما یک منبع امنیتی به طلوع نیوز می گوید که در این دو انفجار 8 غیر نظامی جان باختند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. اما گواهان شمار تلفات را بیشتر از این می گویند. هر روز انفجار انتحار است، بخی انفجار انتحار به اوجش رسیده. مردم از این وطن واقعا خسته شده، هیچ جای زندگی به ما نمانده. در کنار این عصر امروز در نتیجه یک انفجار بر موتر عامل کارمندان نیروهای امنیت ملی در پروان 4 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. شهید یک نفر ملکی است، 3 نفر از کارمندان امنیت ملی است و 4 نفر هم زخمی کارمندان امنیت ملی در عمومی شهر چارکاری رخ داده واقع. در همین حال از ولسوالی قره‌باغ و کابل خبر می رسد که دو پایه برق وارداتی به کشور از سوی افراد ناشناس انفجار داده شدند که در پی آن برق وارداتی کابل و چند ولایت دیگر به کشور قطع گردیده است. مسئولیت این رویدادها را تاکنون کسی به دوش نگرفته است. بر بنیاد پیشبینی وزارت صحت عامه در نقطه اوج موج سوم ویروس کرونا در کشور در حدود 5 میلیون تن از شهروندان کشور به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد. آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که در یک شبانه روز گذشته 1045 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و 33 تن از بیماران کووید 19 جان باختند. پزشکان میگن که اگر اوضاع همین گونه ادامه یابد و حکومت برای به انزوا رفتن شهرهای پر رفت و آمد کاری نکند، ویروس کرونا در افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد. زهرا رحیمی گزارش میدهد.
در یک شبانه روز گذشته 1045 تن در کشور به ویروس کرونا آلوده شدند و 33 بیمار کووید 19 جان باختند. افزایش شمار مبتلایان به این ویروس کار را بر پزشکان شفاخانه افغان ژاپن که نخستین مرکز درمان بیماران کووید 19 در کابل است دشوار ساخته است. سردرد، گنگسیت، زینه کسان، نفس تنگی، چی و مختلل شکل ده؟ زندردی، تبا، غیسر لرزه، غیسر یخ کدل. بیشتر بیمارانی که در این شفاخانه بستری شدند، کهنسالان و جوانان هستند و شماری از بیماران در صحن این شفاخانه زیر مراقبت قرار گرفتند. دوا ما گرفتیم، باز کمی بهتر شده بود، امروز صبح کمی وضعیتش خراب بود. وزارت صحت عامه از احتمال گسترش بیشتر ویروس کرونا نگران است و میگوید که ممکن است تا دو هفته دیگر شمار مبتلایان به ویروس کرونا به نقطه اوج برسند. وقتی که مردم به تفاوتی بکنند که ما نسبت به موج اول و موج دوم بیشتر و چند برابر از موج دوم اول و دوم به ویروس مصاب خواهد شدن. اما شهر کابل همچنان پر جنب و جوش است و شهروندان بی پوشیدن ماسک و رعایت فاصله های اجتماعی سرگرم گشت و گذار و خرید و فروش هستند. طرح قرنطینه را که ما برشان داده بودیم تا بالا هیچ کدام اقدامات جدی نگرفتند. سالونا تا بالا باز است، سالونا یاروسی و استودیوم ها و تو تمام بازارها را که سعی کنین هم شلوغ است، ای بیروبار هم تو هیچ کدام تدابیری نگرفته شده. کابل در یک هفته گذشته در صدر ولایت هایی قرار داشته که بیشترین بیماران کووید 19 را داشته است. از این میان امروز 10 تن از بیماران کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن جان باختند. پزشکان میگویند که اگر حکومت طرح به قرنطینه رفتن شهرها را عملی نکند، ویروس کرونا در افغانستان فاجعه به بار می آورد. زهرا رحیمی، تولو نیوز، کابل. یک افسر وزارت امور داخله سوی تفنگداران ناشناس در شهر کابل ترور شد. پلیس کابل میگوید که این افسر عتیق الله نام داشت و عصر دیروز در بخش های حوزه 12 امنیتی شهر کابل در منطقه ارزان قیمت به قتل رسید. خانواده این افسر میگوید که عتیق الله افسر ریاست مبارزه با جرم های سنگین بود و کسانی را که متهم و یا مجرم فساد اداری به ویژه در بخش گمرکات بودند گرفتار کرده بود. در یک رویداد دیگر صبح امروز یک افسر بازنشسته در منطقه فاضل بیگ در حوزه 5 امنیتی شهر کابل ترور شد. انیسه شهید گزارش می‌دهد. عتیق الله عصر روز دوشنبه هنگامی که با این موتر برای کار شخصی به منطقه ارزان قیمت رفته بود، از سوی مردان تفنگدار ناشناس با شلیک چندین گلوله به سر و صورتش جان باخت. پدر عتیق الله میگوید که فرزندش افسر ریاست مبارزه با جرمهای سنگین بود، اما شب عید رمضان به یک بارگی از وظیفه منفک شد. دی وطن لپاره څوک چې خدمت کوي توتی ورته جوړوي بدون د کوم مسایلونه یا بدون دی سوء استفاده نه د خپل وظیفې څخه ګوشکی کې په کوم اساس مونږ ته دا اشتباه پیدا شوې ده. عتیق الله در اکادمی پلیس تحصیل کرده بود و 10 سال افسر وزارت امور داخله بود. نزدیکان عتیق الله میگویند که وی دستاوردهای بسیاری در این سالها در کار مبارزه با فساد داشت. در عرصه مبارزه با فساد فعالیت‌های بسیار چشمگیری داشت. بسیار شجاعانه، قاطعانه وظیفه اجرا کرد و مفسد نبود و دوست نبود و خائن نبود. حال ما تقاضای ما اینمی است که نمی افسر جرایم سنگین وزارت داخله که بود این حالش به شهادت رسید. ما نمق از قانون از دولت تقاضا داریم که با ما فامیل بازپسی کنند. حیات الله نوری افسر بازنشسته یک نظامی دیگر است که چاشت روز سه‌شنبه در منطقه فاضل بیگ در حوزه 5 از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید که افغانستان یکی از بدترین کشورها برای کودکان در جهان است. نماینده این سازمان در مراسم گرامی داشت از روز کودک میگوید که با وجود پیشرفت‌های 2 دهه گذشته در افغانستان، هنوز هم بیشتر از 4 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند و از هر 1000 کودک 60 کودک در 5 روز تولد میمیرند. بر بنیاد گزارش‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، بیشتر از 1 میلیون کودک در افغانستان اعتیاد به مواد مخدر دارند و 48% کودکان زیر سن ازدواج میکنند. زهرا رحیمی گزارش میدهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در مراسم گرامی داشت از روز کودک با نگرانی از وضعیت بد کودکان در افغانستان میگوید که با وجود پیشرفت‌ها در این کشور در دو دهه گذشته هنوز هم افغانستان یکی از بدترین کشورها برای کودکان است. افغانستان یکی از بدترین جاها در کره زمین برای کودک بودن است. ما به علت جنگ و ناامنی از میزان بلند مرگ و میر نوزادان نگران هستیم. از هر 1000 نوزاد 60 تن آنان پیش از پنجمین روز تولدشان جانهایشان را از دست می‌دهند. بیش از 4 میلیون کودک هم در افغانستان از مکتب رفتن محرومند. یافته های صندوق حمایت از کودکان ملل متحد نشان می دهد که هنوز هم جنگ، ازدواج های اجباری و خشونت ها از کودکان قربانی می گیرد و 48% کودکان مجبور به ازدواج های زیر سن شدند و حدود 200,000 کودک در افغانستان معلول هستند. 66% اطفال رشد فیزیکی نکردند و 36% آن سوء تغذیه می باشند. بیشتر از 60,000 طفل یتیم تنها در شهر کابل داریم که منبع هم یونیسف است. 1,96,000 اطفال دارای معلولیت داریم. نهادهای حقوق بشری میگویند که کودکان از قربانیان اصلی جنگ افغانستان هستند. در سالی که گذشت بر مبنای یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از میان 8,500 فردی که کشته و زخمی شده بودند، در حدود 2,019 تن آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. بر بنیاد آمارها بیش از 10 میلیون کودک در مکتب‌های افغانستان درس می‌خوانند، اما در بخش‌های ناامن کشور جنگ‌ها سبب شده تا کودکان به ویژه دختران از رفتن به مکتب محروم شوند. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوریت و نماینده پیشین مردم ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان از سوی مجله آمریکایی فورچون به عنوان یکی از 50 رهبر بزرگ جهان شناخته شد. در فهرست پخش شده از این مجله نام فوزیه کوفی در جایگاه 40 قرار گرفته است. در همین حال فوزیه کوفی میگوید که زمان خودش را رهبر میداند که افغانستان و مردمانش در صلح زندگی کنند. حسیبه تکپال گزارش میدهد. از مبارزه در فضای جنگ تا حضور در میز گفتگوها برای صلح، فوزیه کوفی در زمان حاکمیت طالبان برای دختران محروم از آموزش مکتب خانگی ایجاد کرد و اکنون در میز مذاکرات با طالبان از زنان و دختران افغان نمایندگی می کند. اکنون مجله آمریکایی فورچن امسال او را 40 رهبر بزرگ جهان اعلام کرده است. اگر شرایط قسمی باشه که ما فقط از راه مذاکرات آدم انسان کشی و جنگ را ختم کنیم، من فکر میکنم که در اون صورت باز ما با همه سختی هایی که پروسه داره من میتونم امیدوار باشم که بله شاید آنچه که تمام انسان های افغانستان میخواین به او نتانیم دسترسی پیدا کنیم، ولی حقوق اساسی و انسانی را که ما مستحق هستیم، زنان افغانستان مستحق هستند، در روند مذاکره بتونیم او را تضمین کنیم و تثبیت کنیم. فوزیه کوفی افزون بر کار در یونیسف در دورهای 15 و 16 نماینده بدخشان در مجلس نمایندگان نیز بود. او نخستین زن در تاریخ افغانستان است که معاون مجلس نمایندگان بوده است. بانو کوفی ریاست حزب موج تحول افغانستان را به عهده دارد و نخستین زنی است که در افغانستان یک حزب سیاسی را رهبری می کند. بعضی ها با وجود میگن که در 20 سال گذشته با حضور خارجی زنها پیشرفت کردن، من فکر میکنم که با این فشارهایی که زنها هر روز بهش مواجه هستن، اگر خودشان مقاومت نمیداشتن، اگر خودشان باور به توانمندی خودشان نمیداشتن، هیچگاهی نمیتونستن به جایگاهی که امروز هستن برسن. بانو کوفی پیش از این لقب رهبران نوظهور جهانی را از طرف شورای اقتصادی جهان و همچنین لقب 50 زن با فکر جسور را از طرف شورای اتلانتیک به دست آورده است. باید در هر عرصه که هر تصمیم گرفته میشه باید زنان هم نقش داشته باشند و ما همیشه خواهان نقش مساوی هستیم و امیدوار هستیم که نقش زنان و بانوان در عرصه سیاست و در عرصه اجتماعی و ورزش پررنگتر و پیشرفته تر شود. این سیاستگر پرآوازه کشور به روز سه‌شنبه بار دیگر با همکاران خود به دوحه رفت تا بتواند نویدی از صلح را برای افغانان رقم زند. تا لحظات دیگر، به دست آوردن مقام نخست یک المپیاد علمی دانشجویی از سوی یک دانشجوی افغان در ایران.
باز هم خوش آمدید. پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده بلخی میگوید که چهار مرد تفنگدار نیمه های دیشب بر خانه وی حمله کردند. وی ادعا دارد که مهاجمان وابسته به شبکه آدم ربایان هستند که 10 ماه پیش پسر او را در راه مکتب ربودند و تا هنوز از سرنوشت پسرش خبری نیست. شماری از باشندگان محل حکومت را از بهر تأمین امنیت این خانواده به بی‌پروایی متهم می‌سازند و می‌گویند که این دومین بار است که این خانواده آماج قرار می‌گیرد. والی بلخ می‌گوید که در این باره معلومات ندارد، اما پلیس بلخ از تلاش‌ها برای شناسایی مهاجمان خبر می‌دهد. یک دانشجوی افغان برای نخستین بار مقام نخست یک المپیاد علمی دانشجویی را در ایران به دست آورد. محمد مسیح حمیدی اکنون دانشجوی مقطع ماستری است و در شهر مشهد زاده شده است. آقای حمیدی زمانی در مشهد به مکتب رفت که شمار معدودی از مهاجران افغان اجازه آموزش و تحصیل را داشتند. دانشجویان افغان که در ایران زندگی و تحصیل میکنند میگویند که ایران هنوز به تحصیل جوانان افغان محدودیت دارد و آنان با وجود دریافت نمره های بلند در آزمون کانکور اجازه انتخاب یک شمار دانشگاه ها را ندارند و نیز مجبور به پرداخت هزینه تحصیلی هستند. نبیله اشرفی گزارش میدهد. محمد مسیح حمیدی که از میان حدود 1680 دانشجوی سال آخر مقطع لیسانس که در المپیاد علمی سال 1399 هجری خورشیدی ایران شرکت کردند، برنده مقام نخست این المپیاد گردیده است. نتیجه این المپیاد شروع همین هفته اعلام شد. از ایجاد این المپیاد علمی 25 سال می‌گذرد، اما نخستین بار است که یک افغان در این دور برنده مقام نخست می‌شود. اطبای که در ایران مشغول فعالیت هستن اینه که با وجود برخی محدودیت هایی که وجود داره برای اطبا، مثلا شهری هایی که باید پرداخت کنن، باز هم هیچ وقت ناامید نشن و به خاطر هدف بزرگی که در زندگی دارن و به خاطر اون رشته خوب و آینده که از اون رشته میتونن استفاده کنن دست از تلاش بر ندارن. مسیح در مشهد به جهان آمده، اما از اینکه خانواده مسیح همچون مهاجر در آن شهر زندگی می کردند، در آغاز مکتب رفتن او نمی توانست به مکتب منطقیشان ثبت نام کند و ناگزیر شد روزانه فاصله زیادی را با موتر بپیماید تا در مکتب درس بخواند که کودکان افغان در آن اجازه آموزش داشتند. خوشحالم که المپیاد رتبه اول کسب کرده با حاصل تلاش ها و پشت کاری که دیشتر به دست آورده. به مرتبه دوم خوشحال از اینم که دل مردم کشور ما شاد شده از این بابت. به گفته زهره تاجک که در رشته میخانیک از ایران گواهینامه ماستری دارد، مشکلات بر سر راه تحصیلات عالی جوانان افغان در ایران هنوز هم پا بر جا هند. و گفته زهره حتی جوانان افغان با مادر ایرانی با وجود گرفتن نمره خوب از کنکور باید برای تحصیل پول بپردازند و نیز نمی توانند در هر دانشگاه و در هر شهر ایران تحصیل بکنند. با کمک و حمایت پدر که پشت من بود تانستم که مستری را در ایران بگیرم، ولی با توجه به اینکه ما در هر دو مرحله به صورت کنکور دولتی شرکت کرده بودم، ولی مجبور بودم که هزینه‌ای که برای من دولت یا وزارت تحصیلات عالی ایران برای من مشخص کرده بودم ما پرداخت بکنم و این هزینه را پدرم متقبل شد و ما تانستم تا به اینجا برسم و درس بخونم و حتی بیایم به خدمت کنم به وطن. بر بنیاد اطلاعات وزارت تحصیلات عالی کشور، اکنون 1000 جوان با بورس‌های دولتی در ایران مصرف تحصیلند. تا لحظات دیگر. آمادگی‌ها برای عملی‌سازی دور دوم برنامه میثاق شهروندی. با ادامه خبر ده خوش آمدید. برای عملی سازی دور دوم برنامه میثاق شهروندی، شوراهایی که برنامه همبستگی ملی را عملی ساختند دوباره فعال می شوند. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که دور دوم در 20000 روستا با کمک 30000 شوراهای برنامه همبستگی ملی عملی می شود. همزمان با این انتقادها از کندی توزیع بسته های کمکی در چارچوب این برنامه و سوء استفاده های زورمندان محلی از این روند در ولایت های گوناگون کشور بیشتر شده است. حیدر شاه امید گزارش می‌دهد.
برنامه دسترخوان ملی که پس از موج نخست ویروس کرونا برای کمک به خانواده های نیازمند که از اثر گسترش این ویروس بیشتر زیانمند شده بودند راه اندازی شد تا هنوز حتی نیم از دور نخست آن عملی نشده است. تر اوسه پورې په شپږ ولسوالیو کې دغه پروګرام تطبیق شوی عملی شوی ده، خو د مرکز په ګډون په نورو ټولو ولسوالیو کې دغه پروسه بیخي ټکنۍ ده. خلک غوښتنه کوي چې دغه پروګرام عملی شي. په ځینو ولسوالیو کې لا هم دغه پروګرام دی تطبیق پروسه په ټاپه ولاړه ده، چې ډیرې لاملونه په ځینو ولسوالیو کې بخانډي وسلوال طالبان هم دي. افزون بر انتقادها از کندی کار توزیع بسته های کمکی، انتقادهای از سوء استفاده ها و حیف و میل کمک ها نیز وجود دارند. کسانی که در رأس این پروسه، در رأس این برنامه قرار دارند، با امو مردم میخواد با انسانای ناتوان غریب نمیدن، بلکه خودشان وکیلایی که زر میگیرن. همی کمک ها توزیع میشوند، باید بلازی هیئت داشته باشد کی را برای کی دادن، در کجا مصرف شدن، ولی این کارا صورت نمیگیره. از سوی هم نگرانی های وجود دارند که دور دوم این برنامه که به تازگی را اندازی شده است با نابسامانی ها و مشکلات بیشتر روبرو خواهد بود. متاسفانه حکومت افغانستان در اکثریت ولایات و ولسوالی ها حاکمیت حکومتداری را نداره و جنگ جبهه‌ای جریان داره. د ولسی تړون ملی پروگرام څخه مخکې د همبستګي ملی یا ملی پیوستون پروگرام و چې په ټول افغانستان کې تطبیق شو او تقریبا له دیرشو زرو څخه زیاتې شوراګانې هغې درلودې، نو امغه شوراګانې چې غیر فعال دي هغه به بیرته فعال شي. برای عملی سازی دور دوم این برنامه 148 میلیون دلار از کمک های بانک جهانی اختصاص داده شده است. تا لحظات دیگر. جان باختن دو پیلوت ارتش ایران در نتیجه یک رویداد در روی زمین. باز هم خوش آمده. چین با تغییر سیاست چند سالش به زوجها اجازه می دهد که فرزند سوم نیز داشته باشند. بر بنیاد تصمیم کمیته سیاسی حزب کمونیست چین، حکومت این کشور از زوجهایی که بخواهند فرزند سوم داشته باشند پشتیبانی می کند. دو پیلوت ارتش ایران در نتیجه یک رویداد که مقام ها میگویند در روی زمین رخ داد جان باختند. مقام ها میگویند که این دو پیلوت به علت فعال شدن اشتباهی دکمه پرتاب چوکی و برخورد محکم با سقف هواپیمای جت جان باختند. سپاسگزار همراهیتان با خبر ده. شبتان خوش.